خب سلام جادی هم و داریم الپیکو نه فقط پیش میریم که داریم به آخراش میرسیم 109 سه در مورد ترابل شوت بیسیک شبکه وزنش چهاره که خب معلوم مهم حساب میشه و انتظار میره شما وقتی شبکتون یه مشکلی داره بتونید مشکلتون رو حل کنید حواستون باشه از طرف سرور هاست و کامپیوتر خودتون نه اینکه برین رو سویچ مشکل رو حل کنید در چیز خیلی عجیبی نداریم راستش رو بگم معمولا ما داریم کمک میکنیم که مسئول شبکه بتونه مشکل رو حل کنه در واقع اگر سیستم ما کار نمیکنه چیزهای خیلی زیادی برای تست کردن وجود نداره ولی باید بتونیم مشکل رو پیدا کنیم درس باحالی یه بخشش رو قبلا دیدین مثلا دستور آی پی رو دیدین دستور هاست نیم و مفصل دیدین پینگ که بلدیم بکنیم و در عین حال خیلی از دستوراش یه نسخه شیش هم دارن یعنی مثلا ما پینگ داریم پینگ تریس روت داریم تریس روت 6 داریم تریس پت داریم تریس پت 6 داریم آی اف کانفیگ هم قبلا دیدیم مسئله اینه که خیلی از اینها به شکل سنتی روی ورژن 4 کار میکردن دارن چه یه نسخه 6 هم دارن که آی پی ورژن 6 رو کار میکنه الان دستور اصلی که ما داریم هم 4 کار میکنه معمولا هم 6 و خیلی وقتا این نسخه 6 چیزی نیست به جز یک شورت لینک به معمولیش ولی در نهایت وجود داره چون ممکنه یه اسکریپتی استفاده کرده باشه از پینگ 6 یعنی شما دستور پینگ 6 تو کامپیوتر باشه ما معمولا وقتی میخوایم مشکلات شبکمون رو حل کنیم شروع میکنیم یه تستی میکنیم یا یکی بهمون غور میزنه میگه من نمیتونم برم سایت گوگل رو باز کنم حالا تو ایران که ما 800 مدل سانسور چی همون لا نشسته خرابکاری میکنه یعنی خیلی این ترابل سخته من هم به خنده میگم که اگر یک روزی قرار شد اینترنت ایران آزاد بشه اولین حرف اینه که اوکی ما سه ماه هر دیگه هم میتونیم سب کنیم چون که اصلا باید سب کنیم ببینیم کی به کجا وصله یه چیزی که میخواستم بگم که رد بله کجا گذاشتنش سر راه و بقیه چیزها یعنی انقدر این گره پیچه کسافتی درست کردن که اصلا حل کردن مثل گره کورو باز کردن اینجوری که دکمه منظم داشته باشه روشن خاموش بشه به هر حال مسئله اینه که من تو کامپیوتر خودم نشستم و میخوام برسم به یه چیزی اینجا مثلا گوگلی و بعد ببینم کار میکنه یا یعنی. نه من معمولا سر راه هم یه آی دارم که حالا میتونین آی رم بخشی از این ببینین دیگه حالا تو فیلترنت ما آی اس دیگه شده یه بخشی از فیلترنت ما و از این طرف هم من یه دونه مثلا وای فای اکسس پوینت توی خونم دارم اینم کامپیوتر خودم دیدن این چیزهای مختلفی میخواد مثلا من اول باید بتونم اکسس پوینت هم رو ببینم اصولا برای این کار من باید آی پی داشته باشم یعنی من باید یه آی پی داشته باشم با یه سابنت ماسک که قبلا حرفش رو زده بودیم باید این رو ست شده باشه سابنت نشون میده کیا تو رنج منن مثلا اگه من آی پیم هست 192, 168, 1, 100 و سابنت هم هست 255, 255, 255, 0 یعنی تمام کسانی که 192, 168, 1 کند رو من میتونم بدون روت ببینم لازم نیست مسیریابی اتفاق بیفته ما هممون توی یک ساب نتیم توی شبکه زیر شبکه کوچولوییم و هممون میتونیم همدیگه رو ببینیم در مثلا ممکنه که روتر من که نقش روتینگ رو بازی میکنه یا مثلا همون وای تونه یا هر روتری که تو خونه دارین آی پیش باشه 192.168.1.1 و شما میتونین این رو ببینین چون تو سابنتتون بعد یه چیز داریم به اسم دیفالت گیتوی دیفالت گیتوی گیتوی دیفالت پیش فرض شما اگر بخوایم به یه چیزی برسیم که توی این نتورک نیست یعنی صدا 9268 یه چیزی نیست اینو از روی ساب نت دارم میگم میگه چون آخری صفر یعنی اینا میتونن عوض بشن تو این نیست کامپیوترتون در حالت عادی میفرستش به دیفالت گیتوی یعنی من یه جایی تنظیم کردم که گیتوی روت مسیر دیفالت هم پیش اینه 192.168.1.1 در واقع منظورم این دیوایسه و در میگم هر چیزی که توی اینجا نبود و مستقیم نمیدید بده به این این خودش بلده این رو بفرسته برای آی اس, پی. آی اس پی هم بلده بفرسته برای اینترنت یا حالا فیلترش کنه یا هر کار خبیس دیگه که میخواد انجام بده در نتیجه من ترکیب شبکم میشه اینی که آی پی و سابنت هم رو دارم رو کامپیوتر خودم دیفالت گیتوی هم رو دارم و چیزایی که توی این رنجن رو مستقیم میبینم چیزایی دیگر رو میفرستم به دیفالت گیتوی هم اگه شما یه شبکه پیچیده تر داشته باشین یه سرور داشته باشین پنج تا کارت شبکه داشته باشین یا هر چیزی ممکنه روت های دیگه هم تعریف کنین یعنی من میتونم مستقیم به کامپیوترم بگم که آی و سابنت خودت اینه اگر اینجایی دیفالت گیتویت هم این دیوایس به فرض که اینجاست و میبینیش هرچی رو نمیدونستی تو این نبود بفرست برای این ولی روت های ده ده هرچی هرچی رو هم بفرست برای این یکی دیوایس کامپیوتر تو دو تا شبکه هست. اینا میره تو دنیای شبکه ما انقدر تو اینجا با این کار نداریم ما اینجا در مورد آی, پی آی خودمون حرف میزنیم که من تو درس قبلی در موردشون نسبتا مفصل صحبت کردم و اینجا خیلی دیگه سراغش نمیرم دستور قدیمی آی اف و حواستون باشه اگه مثلا تو دبیانین یه بسته ای هست به اسم نت تولز که یه بخشی از این ابزارها رو نصب میکنه یا مستقیم آیف کانفیگ رو نصب میکنین ولی این روزها دستور آی پی بیشتر استفاده میشه با دستور آی پی مثلا میتونیم بگین آی پی یه ساب دستور که مثلا اینجا دی دی آره ADDR که مخفف آدرس هم میتونم آدرس آی پی ADDR دی دی شو آی پی رو به من نشون میده من میبینم که اصلا کارت شبکم رو میبینم یا نه آیا کارچبکم آی پی گرفته یا نه اینجا کارچبک وایرلس هم آی پی نگرفته ولی شبکه فیزیکیم آی پی گرفته و اسلش 24 یعنی اینکه دیفالت رولتش اینه ببخشید سابنتش اینه 24 یعنی اینکه که مثلا یه رنج خاصی رو میبینه که خب ما تقریبا حفظیم تو های قبلی بهتون نشون دادیم همون 255 255 255 صفره یعنی تمام 192.168.1 ها باید از طریق کامپیوتر و مستقیما دیده بشن همین کار با آی اف کانفیگ هم میتونستیم بکنین آی پی ادرس اد میتونستیم بکنین و بقیه چیزا آی پی لینک که تو درسای قبلی دیدیم و خیلی سراغشون نمیرم برای دیدن راهنمای کاملش هم که همیشه ما منوالا رو داریم میتونم بزنم منوال آی پی به من پیج آی پی رو نشون میده اما چون خیلی آی پی بزرگه با یه دش شما میتونین دستورای زیریش هم ببینین یعنی مثلا اگر بزنم مانوال آی پی داش روت آی رو نشون میده بخش آی پی رو نشون میده که در واقع دستورات آی space اسپیس روت حواستون به این باشه ولی همینی که شما میشینین مشکل رو بررسی کنین یا کانکتیویتی رو چک کنین دستور اصلی ما pingه. توی تو کتابای شبکه میگن پینگ اصلی ترین ابزار یک سیستم ادمینه کاری که پینگ میکنه اینه که مثلا بذارین اینجا رو بیارم IP ADDR show. میگه من توی این دستگاه هم دو تا کارت دارم ENP فلان و یه دونم دوکر حالا دارم ENP این میدونین کار کارت شبکه تو درس قبلی یاد گرفتین کارت شبکه اترنتی روی این ماشین و این آی پیشه شه درنش من یه آی پی اینجا دارم دستور پینگی از یه پروتکل خاصی استفاده میکنه اینا هم قبلا دیدین ICMP ICMP یه بسته میفرسته به یه مقصدی اون همینی که گرفت بهش جواب میده شما یه پینگ میفرستین جواب پونگ میگیری و همینی که جواب گرفتین دستور پینگ میگه من جواب پکت ICMP مو گرفتم ها اکثر سیستم های شبکه ای سرور ها حتی لپتاپ ها کامپیوتر به پینگ جواب میدن اگر من پینگ کنم خودم ها 192, 168, 72 می که میگه من یه بسته 64 بایتی فرستادم و بعد از اینقدر میلی ثانیه جواب گرفتم تایم تو لیو هم 64 بود یعنی من 64 تا هاپ میتونستم از این سرور به اون سرور بپرم تا برسم به اون همیشه که به هم وصل نیستم من خودم رو پینک میکردم ولی خیلی وقتا این شکلیه که من کامپیوترم اینجاست و یه چیزی رو دارم تو اینترنت پینک میکنم یه سرور خیلی مشهوری که همیشه پینگش میکنیم 4224 یه دی سروره که حالا همیشه آدم‌ها دارم پینگش میکنن شما میتونید 8888 رو پین کنین, کنین یا یک 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 رو پین کنین یا یاهو رو پین کن. من وقتی اینجا پین میکنم خب میام توی روتر خودم میرم تو آی اس پی آی اس پی میده به فیلتر چی اون چک میکنه که میتونم برم یا نه میره تو بعدی میاد تو اینترنت سرور به سرور میرسه به اینجا این 64 میگه من 64 تا قدم میرم جلو تا پیداش کنم اگه نکردم ارور میدم که پیدا نشد بعد از 64 بار چرخیدم من اگه بزنم پینگ 4224 ببینید که میره جلو تقریبا یه ثانیه طول میکشه یه شبکه خیلی 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 داغون رو نشون میده بعدم نیست دیگه میبینین که وضعیت شبکهمون چیه من یه جایی با کنترل C بریکش میکنم به من میگه اوکی یه پکت فرستادم به این مقصد پکت اولم بود بعد از نزدیک 800 میلی ثانیه نزدیک یه ثانیه گرفتم دومی رو بعد از یه ثانیه گرفتم اینو بعد از 700 تا گرفتم و همینجوری همه رو نشون میده در نهایت هم بهتون یه آماری میده میگه من کلا توی این مدت 11 تا پکت فرستادم 11 تاشو گرفتم هیچ گم نشد باز خوبه ولی به طور متوسط یک ثانیه طول میکشه شما برسیم به اونجا این وحشتناک خیلی 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 بده و یه سری هم دیتا های آماری بهتون میده پینگ مرسومی که توی سیستم های یونیکسی دارین اینجوری کار میکنه پینگ ویندوزیا چهار تا فکر کنم پینگ میکنه بعد تموم میشه یه همشه چیزی همش هم سویچ داره مثلا من پینگ اگه بزنیم یه سویچ باحالش حالش آودیبل پینگه ای داش ای کوچیک یه صدایی میده پینگ پینگ هر وقت تونست پینگ کنه نجاش اینه که وقتی مثلا شبکه قطع ما میذاریم با آودیبل پینگ میریم وقتی با هر وقت صدا اومد میفهمیم که پینگ وصل شده و برمیگرده باید یه بار قبلا تست کنیم که کار میکنه یا نه و یک کلمه سویچ دیگه داره از جمله ورژن چهار پینگ کنه فقط یا ورژن 6 فقط پینگ کنه از جمله داش آی اینتروال چند ثانیه بین هر دو تا پینگ سب کنه در نتیجه وقتی من میخوام فقط یه کانکتیویتی رو باز نگه دارم یه پکتی بره و بیاد مثلا این کارو میکنم ببخشید داش آی 18 میگم هر 18 ثانیه یه بار یه دونه پینگ بفرست نمیخواد همینجوری هم بفرستی و شما میتونید حمله های این مدلی هم باش بکنید چیکار کردم ببینیم میگم این همه پینگ کن شبکه رو خیلی میذارم تحت فشار از یه جایی به بعد باید روت باشین حواستون باشه این کار توی شبکه ای که مودم دورسابی هم داره بکنیم ممکنه دست اصلا قطع کنه پورتتون رو ببنده و بگه داشی چیکار می‌کردی چون در واقع فشار زیادی داریم به این شبکه میاریم از یه جایی به بعد باید روت باشین که بتونین چنین پینگ سریعی بکنید یا اینکه بستر رو بزرگتر بفرستین در حالت عادی فقط 64 بایت میفرسته. اگه واقعا میخواین کانکت رو سرچ تست کنین بهتر بسته پینگ بزرگتری بفرستین دوباره تو منش میتونیم ببینیم داش اس پکت سایز با چه سایزی بفرستین یه بسته 100 کی بفرستین ببینیم اونم میرسه یا نه و اینجور چیزها 100 کی بالا زیاد کن این دستور پینگ ما یه پینگ 6 هم داریم نرسیدم قهوه بخورم که پینگ 6 آدرس های آی پی ورژن 6 رو انتظار میره پینگ کنه یعنی مثلا این کامپیوتر من دیگه همیشه اینو پینگ میکنه هر چند که شما با پینگ 6 تون بزنین چهار دو دو چهار هم او کار نکرد هر چند که شما با این پینگ معمولی تونم بزنین این پینگ میشه فکر کنم اصلا به یه چیزی اشاره میکنم آره ببینید در واقع پینگ ش... کردم؟ پینگ شیش پینگ شیشتون داره اشاره میکنه به پینگ فقط احتمالا حواسش هست که من با اسم پینگ, ش... پینگ شیش اومدم فقط ورژن شیشی برام پینگ کن این پینگ برای ما خیلی 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 مهمه اولین کاری که معمولا میکنیم اینه که دیفالت گیتوی رو پینگ میکنیم ببینیم اصلا میبینیمش یا نه من اگر بخوام دیفالت گیتوی رو چک کنم با آی پی روت میتونم ببینم میگه دیفالت هم از طریق این آی پی اتفاق میفته رو این دیوایس اگر نمیدونستی یه چیزی باید بره کجا از این آی پی بفرستش بیرون معمولا اگه من نتونم چهار دو رو ببینم یا حالا سروری که باید بتونم ببینم رو ببینم که الان دیگه نمیتونم اینقدر اینترنت وحشتناکه اولین کاری که میکنم اینه که 192 168 71 رو پینگ میکنم من میتونم دیفالت گیت وی رو پینگ کنم در نتیجه توی اون سابنتی که من هستم میتونم دیفالت گیت وی رو ببینم از این به بعد وظیفه دیفالت گیت که اینو بفرسته برای نفر بعدی. حواستون باشه بعضی موقع سرورها پینگاشون میبندن یا مدیر شبکه ها با فایروال وسط راه پینگو میبندن خیلی کار خوبی به نظر من نیست چون که درد سر درست میکنه توی ترابل شوت کردن خلاصه DNS رو هم تو درس بعدی کامل تر میبینیم ولی من میتونم پینگ google.com هم بکنم دیگه اول میگه google.com آدرسش اینه بعد این پی رو پینگ میکنه و جوابش رو براتون برمیگردونه و دیدین که DNS دی من توی resolve.conf هست من از این DNS اس دارم استفاده میکنم از موقع اگر این نباشه ببینیم وین etc resolve.conf sudo هم میخواد اگه این خط حذف کنم الان پینگ کنم yahoo.com رو ارور میده میگه من نمیتونم اسم رو پیدا کنم چون اینو نداره تو ترابل شوتاتون اینم نمیاد کنی یه جوکی تو اینترنت هست میگن مشکل دی انسه. معمولا این وصل نشدن مشکل دی انسه. الان درست میشه ولی اینترنت وحشتناک یه خوره بره ببینیم حالا میاد پینگ هم بهتون گفتم و اینجور چیز هم. ما در مورد روتینگ هم یه کوچولو حرف میزنیم چون حرف زدیم و بعد باسه اس اس و نتسته تو اینا میریم در درس بعدی که این خیلی خیلی طولانی نشه این هیچی پینگ نکرد بریکش میکنم میگه من 24 تا پکت فرستادم صرف تا ریسیف 100 درصد پکت لاست داشتم خلاصه مشکلات روتینگ هم که حرف زدم دیگه روتینگ رو وقتی میخوایم ببینین آی پی روت دستور جدیدشه آی پی روت شو مثلا اگه نزنینم هم خود شو رو استفاده میکن چی داره به ما میگه؟ داره به من میگه که این به اصطلاح به این میگن روتینگ تیبل جدول مسیریابی میگه دیفالت از طریق این آی روی این شبکه اتفاق میافته اگر یه چیزی رو نمیدونی باید کجا بفرستی تحویل این بده اگر یه چیزی 172 .17 16 بود یعنی این دوتاش هرچی هرچی بود بفرستش به کارت داچر. داکر اگر یه چیزی 192 24 بود یعنی این آخریش هرچی بود بفرستش به کارت چبکه اترنتت یه روتین تیبل هر چیزی دیگه هم که نمیدونستی رو بفرست به این آی پی ببینی چی میشه خود این آی پی تو این هست دیگه در چه واقع میدونه که این از این طریق این کار شبکه باید بفرسته حالا اینجا هم بهش گفتیم شما میتونید روتینگ تیبلتون رو بیشتر هم بکنین مثلا اگر یه کامپیوتری دارین که کارش وی پی این سروره کاری که میکنه اینه که میگین که هر چی برات اومد رو بفرست به این یکی کارت شبکه یک کار یه کارت شبکه داره که ازش ورودی میگیره خیلی وقتا اینجوریه که شما یک سیستمی دارین که به سه تا سیستم اصلی وصله در یک شبکه بسیار بسیار بسته و سختی سیستم حسابداریتون اینجاست که پولا رو حساب میکنه حسابداری شرکت نه حسابداری مثلا مخابراتیتون میگین درخواست رو از این آی پی قبول کن فقط اگر آی پیش این بود بفرستش به این اگر آی پیش این بود بفرستش به این دیفالت روت نداری هیچ چیز دیگه ای رو روت نمیکنه دو تا چیز رو فقط میتونه بفرسته به این دو تا کارت ما میتونیم شکل خیلی, خیلی 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 مختلفی روتین تیبل رو تغییر بدیم ولی کار ما معمولا توی الپی که اصلا نیست تو شبکه هم معمولا اینجوری نیست معمولا ما یه سروری داریم که یه مسئول شبکه تنظیم میکنه که تو دیفالت گیتوی این باشه من میرسونمش به اونجایی که لازمه ولی اگه میخواستین احیانا روت اضافه کنین و اینا همش با دستور آی پی روت اتفاق میافته آی پی روت رو اینجا زدم اینجا زدم sudo ip root del default سودو سودو میزنیم چون میخوایم ip رو عوض کنیم بیه. IP root del default ببینید الان چی شد دیفالت رو پاک کردم نتیجه اینه که الان اگر بزنم پینگ 192.168.71 168 71 میتونم پینگش کنم چون که اینجا تعریفش کردم و گفتم هر اگر تو این رنج بود بفرستش به این دیوایس و در این حال تو سابنت خودم این هم دیفالت گیتوی من بود دیفالت گیتوی هم میتونم پینگ کنم ولی اگر بگم پینگ کن 4224 رو اصولا میگه نتورک کان ریچبل چون نگاه میکنه اوکی الان میرم با 4224 حرف میزنم میاد روتین تیبلش رو نگاه میکنه که الان اینه و میگه اوکی اینو من باید بفرستم به این دیوایس اینم باید بفرستم به این دیوایس 4224 رو من باید, باید باش چیکار کنم من چون کار نمیکنه من میتونستم مستقیم بگم آی پی 424 رو بفرست به فلان جا بلد نیستم ولی سعی کنیم بنویسیم آی پی روت اد هم حتما میخواد 4224 وایا 192 ببخشید چند بود 192 چرا 168 71 کار کرد خوش شانس بودیم من الان یه روز ببخشید آی پی روت شو من الان یه روت نوشتم گفتم فقط 4224 اگه میخواستی ببینی بفرستش به این درنش پینگ آی دو چار هم پینگ 4224 هم باید کار کنه آره کار میکنه چون که میفرستش به این این بلده بفرستش به کجا ولی الان پینگ 8888 هم کار نمیکنه اینا سرورهای مشهور دی ان که معمولا پینگشون میکنه میگه من اینو من بعد کجا بفرستم میگم اوکی یه کار دیگه بکن آی پی آی پی روت اد دیفالت رو بذار 192 168 70 یک آن دیفالت از طریق این بره وایاس این کلمش اما وقت هم میتونیم بفرستیم IP root میگه حالا من یه دیفالتی هم دارم اگه 424 بفرستم به این هر چیزی هم بود که نمیدونستم من میفرستم به این الان بعد 8888 هم, هم, کار کنه این مدل کار کردن شما با روتینگتونه خیلی وقتا اگر شما مشکل شبکه دارین یه پینگی میکنین میبینین که میتونین آیا فلان جا رو ببینین و باهاش پیش میرین یه دستور دیگر هم بگم Trace پت و Trace روت پینگ چیکار میکرد پینگ میگفت من از کامپیوتر خودم یه چیزی رو اینجا یه پکت آی سی ام پی میفرستم خب از یک کلمه چیز میگذره جوابش بر میگرده از اون یک کلمه چیز من پکتم هم رو که دیدم مینویسم که اینو دیدم فقط اول و آخرش براش مهمه وسطی رو بیخیال میشه تریس روت سعی میکنه تمام اون وسطی ببینه و بگه شما دارین کجا میرین خیلی باحاله یعنی من میگم تریس روت کن تریس کردن دنبال کردن یه چیزی روت رو مسیر رو دنبال کن برای 4224 میگه اوکی OK. تو اگه میخوای برسی به 4224 من اول میرسم به 192 168 70 که دیفالت گیتوی من بود درسته این تو خونه منه بعدش میرم به سرور 10192 شما میدونین نه بس هیچ آی ولیدی با 10 شروع بشه این در واقع اون فیلترنت تو ایرانی که میگیم شبکه داخلی درست کردن ما از این طریق به جهان وصلی به اینترنت وصل نیستیم این اونه بعد اون تحویل 162 221 202 بعد میرسه به یه سروری که آی پیش رو نشون نمیده به ما بعد میرسه به این سرور هر کدومم معلومه که چقدر داره طول میکشه تا من برسم بهش بعد میرسم به یه سروری توی ونکوور میرسم به یه چیزی توی این شبکه بل توی کانادا بخاطر خاطر وی پی میرسم به یه چیزی توی ونکوور کانادا اون منو تحویل یه سرور دیگه توی همون بل کانادا میده اون منو به یه چیزی تو سیاتل لول 3 وصل میکنه اون یه چیزی سنخوزه فلان و اون منو میرسونه در نهایت به 4224 که دنبالش بودم به این میگن ریورس لوکاپ کردن DNS. شما میتونید از یه سری سرورها بپرسین که این آی اسمش چیه بهتون میگه اینه DNS برعکس بود دیگه شما اینو میدادین بهتون اینو میداد ریورس DNS این کارو میکنه برای همه چی هم ممکن نیست ولی ببینید تو جهان اینا رو تنظیم میکنن چون خیلی کار آسون میشه اگه من الان نمیرسم میتونم مسئول شبکه هم بگم این سرورتون من تا اینجا میام بعد از این دیگه نمیرسم اون میره اینو نگاه میکنه روتینگ تیبلشو شاید یه اشکالی داره به 424 نمیرسه ولی در نهایت این اتفاقی که خیلی قشنگ با تریس روت میفته دستور تریس روت 6 هم داریم که آی ورژن 6 دستور تریس پت هم داریم که بسیار مشابه تریس روت در لول ما فرقی با هم نمیکنه یه سری دستور روت میخواد یه سری می نمیخواد یه شکلی که اینترنالی کار میکنن با هم فرق داره ولی تریس روت تریس پت تریس روت 6 و تریس پت 6 این کارو میکنن خیلی هم دستورای با مزه این دیگه در مسیری که من میرسم رو نشون میده که چقدر خوب یا بده خلاصه آره میریم درس بعدی در مورد یه سری ابزاری که وضعیت شبکه خودمون رو ببینیم حرف میزنم با هم باشین درس خیلی باحالی بود به نظرم.